شادی همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. خوشحالم که صداتون رو میشنوم. من دفعه سومه که سه سال اخیر با شما صحبت میکنم، فکر کنم سالی یک بار همین حدودا با شما تماس گرفتم. به هر حال نفرین خیلی ها رو خواهید داشت ولی عیبی نداره. بله میگم نفرین خیلی ها رو خواهید داشت، چون یه ده میگن ما یه ساله میخوایم کوشش کنیم تو رو بگیریم نمیتونیم، ولی خب به هر حال شما تونستید، خیلی هم خوبه. به هر حال من حتی زودتر اسمتون رو معرفی کنم. بعد شما همیشه میگین که تو تصمیم میگیری که امروز به من زنگ بزنی و میتونی زنگ بزنی. من هر بار که اراده کردم به شما تماس بگیرم اولین بار شده. خیلی خب، بنابراین نشون میده خدا کلم هستید، برای که باورهای عجیب و غریب دارید. خب بفرمایید. نه یعنی میگم به هر حال، نه منظورم باور نبود، فکر میکنم که مثلا بارها من خواستم به شما زنگ بزنم ولی همیشه هی به تعویق انداختم. دیگرانم فکر میکنم این حس رو بعضی دارن، مثلا هی به تعویق میندازن یا فکر میکنن به اون نقطه که میخوان برسن. نه خانم، میگن و 20 دفعه زنگ زدی مشغول بوده نتونستیم بیاییم روی خواهم. نمیدونم، من تا الان هر دفعه موفق بودم که با شما تماس گرفتم. خوشبختانه حتما به مسئول عرض کنم که کارگردان فنی ما حق و حسابی رسوندید، شما رو روی خط آوردن. دیگه من به چیز دیگه عقلم نمیرسه. من الان آره اینو نمیخوام لو بدم توی تلفن. به هر حال این که گفتی نمیخوام لو بدم اعتراف کردی دیگه، کافیست. بله میبینیم، خب همینجور دیگه شما واقعا درست گفتی، معلومه با چه خلوچلی واسه طرفی نمیشم. خدا به خیر کنه. بفرمایید. سلامت باشین آقای دکتر. قرض از مزاحمت، من اول از خودم برای شما بگم، با اینکه حالا قبلا گفتم من فرزند اول هستم از یه خانواده سه فرزنده، بعد بچه های دیگه پسر دختر هستن به ترتیب. ما هیچ کدوم ازدواج نکردیم. من الان 40 سالمه. 10 ماهه که از یه رابطه اومدم بیرون که 2 سال توی اون رابطه بودم تقریبا، و آخرین تماسی هم که با شما داشتم و خیلی به من کمک کردین که من اون رابطه رو تمومش کردم، با اینکه برام خیلی سخت تموم کردن رابطه و هنوز یه جورایی بندم، هنوز نتونستم جدا بشم از لحاظ فکری و احساسی. حالا به هر حال این موضوع آخه یعنی چی عزیز؟ خب آخه شما در سن و سالی نیست. ببینید عزیز، یه زمانی هست که انسان یه کاری رو میکنه، حالا خوب بود بد بود شد نشد، یه زمانی هست که شما وارد یه موضوع فوق العاده مهمی به اسم ازدواجید و بعد این ازدواج به دلیل خواستن و داشتن فرزند یه دریچه کوچکی رو باز و بسته میکنه. تو اون زمانی که آدم نمیتونه با دودلی و تردید رابطه رو آغاز کنه یا با دودلی و تردید ادامه بده. وقتی شما به من میفرمایید توی رابطه 2 سال بودید، یعنی 3 سال قبل که اعتبار آغاز شده، شما باید مطمئن میبودید که این رابطه در چارچوب خودش درسته، درست بود؟ آقای دکتر رابطه کاملا درست بود و اولین باری هم که من با شما صحبت کردم در مورد همین بود که میخواستم با محکمکاری ها رو مثلا انجام بدم که ببینم آیا این رابطه درست بوده یا نه. چیزی که شروع کردم، اتفاقی که افتاد، این رابطه تموم شد، این بود که ایشون به مادرشون خیلی وابسته بود. من اینو پذیرفتم، این وابستگی رو، چون که اینا تو دنیا هیچ کسی رو نداشتن غیر از هم دیگه، فقط یه مادر و پسرن کلا توی این دنیا واسه هم از لحاظ ارتباط خونی و خانواده. نه صبر کنید، صبر کنید. خب شما نباید این رابطه رو شروع میکردید. شما درست مثل اینکه بگید با یه آقای سب کن. نه 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 اصلا روز آغازش، شما روزی که مثل اینکه بگید رسیدم به یه آدم 70 ساله، بیرم به در من نمیخوره، خدا حافظ. روزی که یک کسی دو نفر به هم وابسته هستن، شما وارد کجا میشید عزیز؟ وقتی قاعده ازدواج اینه که first you should divorce your parents then get married، شما نباید زن شوهر هم باشید به عنوان پدر مادرشون. خب ایشون که بودند، ایشون که شوهر مادرشون بودند. آی دکتر نه نه صبر کنید، این چیز نه نه اصلا نمیتونید دفاع کنید، برای که شما حرفی میزنید از روز اول معلوم بوده غلطه و شما هیچی درباره ایشون نمیدونستید، میدونستید ایشون به درد شما نمیخوره.
و شما اونجا نرفتید برای که ببینید، شما یه جوری گفتید که مثل اینکه بعدن این دوتا هم غیر از هم بیگه کسی رو نشنن، اونها هم هیچ وقت نداشتن. بهتون بگم چه جوری بود که من ترک نکردم این رابطه را از اول، یعنی رابطه برام خوب بود. علتش این بود که ایشون همیشه سمت من بود، یعنی توی اون دو سال هر اتفاقی که می افتاد سمت من بود. یعنی چی؟ نه همینجا بیستید باز دوباره حرف می خود من جنگ بوده که سمت شما این لشکر کشیه؟ الان میگم بهتون چرا. نه عزیزم هیچی نگید، نه سب کنید، آخه بقیه دارن میشنون، این برنامه مال شما تنها نیست، بقیه دارن میشنون. روزی که وارد رابطه میشید که میبینید اون پسر و اون دختر جانب شما رو میگیره تا مادرش، برادرش، خواهرش، شما باید بگید خدافظ مرمز زیاد. ازدواجه لشکرکشی نیست که سمت من بود و جانب من میگیره. بله معلومه هر کسی با پدرش و مادرش خسته است از اونا، میخواد بگریزه، مجبور اونجا بمونه، به انتخاب اونجا نیست. نتیجتا وقتی شما وارد صحنه میشید، حتی اگر 30% هم حق با شما باشه، جانب شما رو میگیره. ولی اصلا بحث من نیست، بحث من از غلط عزیز. مثل که شما بگید من با یه آقای آشنا شدم که شوهر به زن داشت و بچه داشت، غلط بوده. این اول بگم برای که بقیه میشنوند. ببینید عزیز، شما نگاه کنید به ملاک های انتخاب همسر و آمادگی برای ازدواج. شما اولین چیزی که میبینید مسئله استقلال وابسته نبودن از اعضای خانواده. پس چی میگه چون؟ پس شما از اول بنابراین شما یه پیام دیگه به من میدید، علتی که اینقدر تاکید دارم پیام دیگه است، من میخوام ازدواج کنم ولی میخوام بچه دار بشم. بچه آخرم هستید؟ بچه اول من... آقای دکتر. ها بچه اولید، ببخشید. نه اون پس به اون به شما نمیخوره. بهتون بگم آقای دکتر، من خیلی چرا دو سال تو این رابطه موندی؟ نه سب کنید، چرا دو سال تو این رابطه بودید و چرا بعد از 6 ماه نگفتید یا ازدواج کنیم یا بریم؟ بعد تازه خانم نشستید بعد از مدتی که جدا شدید میگه هنوز به فکر اونن، همینجوری مات مونده. نه نه آقای دکتر، من بعد از یک سال توی این رابطه، بعد از یک سال به ایشون گفتم که من توی این رابطه دیگه نمیمونم و یه اولتیماتومی به ایشون دادم، گفتم که یا ما باید بریم زیر یه سقف یا من این ارتباط رو تموم میکنم. بعد ایشون گفت، ایشون توی یه بحبوحه کاری بود که بعد یه کاری رو تحویل میداد، یه ددلاین کاری داشت، بعد به دلیل اون ددلاین یه مقدار از من وقت گرفت. مثلا من باور نمیکنم چه ارتباطی با هم داره. بله چه ارتباطی اینا با هم داره؟ مثل بگید کسی کار داشت گفت نهار نمیخورم، یکی از کار داشت گفت حموم نمیرم. نه نه ببینیم، بعد یه مسافرتی انجام میداد برای اون کار و اصلا نبود. من گفتم که بیا که مثلا بیا نمیخوام ازیتون کنم، نمیخوام ازیت. چه مدتی ایشون در مسافرت بودن؟ مسافرت ایشون یه مسافرتی بود توی یک ماه، توی تابستون و بهار. خب شما هم کنید من گول بزنید؟ نه آقای دکتر، میدونم یک ماه تصمیم برای عروسی به هم میخوره. نه دیگه اذیت نکنید عزیزم، من میخوام فقط شما متوجه بشید، شما نمیخواید بچه دار بشید و ازدواج کنید. این گوشه ازدواج، حالا هرچی دلتو میخواد بگید، چون بهانه های شما و استدلال های شما اونو نشون میده عزیز. درسته. خب حالا برای یکی از اتفاقا یه علتی که میخواستم قبلتر به شما زنگ بزنم همین بود، چون که من علاقه به تشکیل خانواده خیلی داشتم همیشه و دارم. آدمی هم هستم که توی خانواده بزرگ شدم، نبودن توی خانواده به من خیلی احساس ناامنی داده از زمانی که توی خارج از کشور زندگی میکنم. من 35 سالگی مهاجرت کردم و به قصد اینم بیشتر مهاجرت کردم، دوست داشتم که خارج از کشور تشکیل خانواده بدم. قبلا هم که بهتون اینو گفته بودم. آخه عزیز دل، عزیز دل، باز دوباره شروع کردی یه بازی و بهانه دیگه در اومد. من یه دختری هستم تو ایران، از سن 20 سالگی تا 35 سالگی ازدواج نکنم، میخوام خانواده تشکیل بدم در اونجا. پس حرفم این است که من در ایران نمیخوام ازدواج کنم. پس نمیخوام ازدواج کنم. بله کدوم دختری بگی من در 35 سالگی میرم خارج و در خارج شوهر ریخته؟ آی دکتر، تا قبل از اون متاسفانه شرایطشو نداشتم، شرایط مهاجرتو نداشتم، برای همین وقتی که شرایطش بحث مهاجرت ما داشت به ازدواج داریم بحث میکنم، ما درباره
نه دوستم توی ایران واقعا علاقه به ازدواج نداشتم. منم دقیقا عرضم عزیز دل بقیه دارن میشنم. منم عرضم این است که شما با نوع حرفا، استدلالا، بازیا، بهانه‌ای که الان 6 تاشو تا به حال برای من آوردید، شما نمیخواید ازدواج کنید، بچه دار بشید. اینو بدونید، حالا هر جور دلتون بخواد. این خیلی ناراحتم میکنه شنیدن این، خیلی ناراحتم. برای که اینا واقعیت عزیز، برای که واقعیته، برای که ببینید عزیز، این که من به شما دروغ بگم یه مسئله است، این که فریبتون بدم این مسئله دیگه است، این که من بازی در بیارم یه موضوعه، این که من بهانه بگم شما 6 تا میخواد برگردونم بگم نوار رو دوباره بذارم به شما دونه دونه بگم، سر هر چیزی بازی در بیارم. من در ایران که بودم نمیخواستم ازدواج کنم، میخواستم برم خارج از کنم. وات خارج شوهر ریخته؟ مثل این بگم من برم تو کویر لوت بخوام اونجا، بعدم تو چه سنی؟ 35 سالگی من بیام توی رابطه ای که یه مدتی بمونم اون آدم مادرشو داشته باشه، بعد به من بگه وقت بده میخوام برم یه ماه سفر، اصلا چه اهمیتی داره توی مدت یه ماه سفر؟ همه کاراش آدم میتونست بکنه، چون 2 روز بعد از اینکه از سفر می اومدن شما ازدواج میکردید. من خواستی در خارج چی کار کنی؟ تازه اینجا هم که قرار میدن دست کسی که سازماندهی ایناست، حتی به اندازه 10 ساعت هم کار نداره ازدواج. به هر حال من علت اینکه فاصل و علت اینکه تصمیم گرفتم جدا بشم و بعد با شما برای مطمئن شدن توی تصمیمم صحبت کردم این بود که رابطه برام در نهایت خیلی سه نفره شد، یعنی توی آخر کار توی تصمیم گیری نهایی برای محل سکونت ما مجبور بودیم توی خونه مادرشون زندگی کنیم که من راجع به این با شما حرف زدم و شما گفتین که تو بری توی اون خونه خانم اون خونه نمیشی، میشی کلفت اون خونه و این حسی بود که خود منم در نهایت گرفتم. علاوه بر اون توی این مقطع از رابطه به این نتیجه رسیدم که من مدام توی ذهنم با 2 نفر حرف میزنم، یه شریک زندگی ندارم، 2 تا شریک زندگی دارم و این چیزی بود که من از پا در آورد توی اون رابطه. ولی تا قبل از اون بازم پذیرشش برام مقدور بود که حالا با مامانش باشه یا هرچی حل و فصلش کردم. بعدم اینجام پیش یه مشاور خانواده رفتیم، اون مشاور خانواده هم گفتش که شما باید این آقا رو با مادرش بپذیری اگر که بخوای. گفتم من این کار رو کردم ولی مشکل من الان این پذیرفتنه نیست، مشکل من مسئله دیگه ای بود که حالا به هر حال اینو پشت سر گذاشتم. الان که به شما زنگ زدم مثلا باور نمی کنم شما هنوز دارید همین پرت و پلاها رو میگی. مشاور به شما گفته شما مشاور برگشته گفته شما میخواید با این آدم ازدواج کنین، خب باید مادرش رو بپذیرید. نگفته که آدما برن با مادر همسرشون زندگی کنن. یک. دوم، من مسائل پشت سر گذاشتم. کدوم مسائل پشت سر گذاشتم؟ یعنی میگم دیگه از این رابطه اومدم بیرون، منظورم اینه. تمام کردن یه چیزی که ادامه اون نیست، شما که هنوز تو ذهنتون دارید ادامهش میدید، چون شما باید فعلا مدتی بازی در بیارید، چرا 2-3 سالتون بشه اعلام کنید که خب دیگه موضوع ازدواج یا موضوع بچه منتفیست. خب الان اعلام کنید، الان هر جا میدید بگید 45 سال همه رو خلاص کنید. نمیدونم، ولی حالا از وقتی هم که تموم شد رابطه یه چند ماه بعدش شروع کردم با آدم های دیگه آشنا شدن. موضوع این شکلیه که یا با آدم های آشنا میشم که حالا الان اینم بگم بگیم یه بازی در آوردی، یا این شکلیه که من خوشم میاد اونا خوششون نمیاد، یا اونا خوششون میاد من کشش برام نداره اون طرف. میتونی عزیز من یه خونه صبر کن، من 1,000,000 دلار دارم پول میخوام برم خونه بخرم، یا میرم خونه 200,000 دلاری نمیشه، یا میرم خونه 5,000,000 نمیده. اسم این حق بازی نیست؟ چرا؟ کسی که میخواد خونه 1,000,000 بخره همون جایی میره که بین 900 تا 1,100,000، نه 200,000 نه 5,000,000.
درست. حالا اونا که مهم نیست، این شمایید عزیز. تنها حرفی که میتونم بزنم این است که حالا شما آیا تخمکاتون رو فریز کردید؟ متاسفانه نه آقای دکتر، این کار نکردم. اینو به من گفت، اینو خیلی دیر متوجه شدم. من کلن از لحاظ دانایی توی این چیزا دختر خیلی خیلی نادونی بودم و اطلاعات کافی در این زمینه نداشتم. حالا بیاد برسیم سراغ سبکن عزیز، برای که به یه جای الان شما در این سن و سالید، در این شرایط وضعیتی، موضوع مسئله سوال درباره زندگیتون یا ازدواجتون چی از من؟ پرسشتون چی؟ آی دکتر، بله من الان بهتون میگم، من یکی موضوع زندگی و ازدواجمه، یکم موضوع روانی خودم. الان من یک هفته است تقریبا 10 روز از لحاظ روانی خیلی به هم ریختم. یعنی آدمی که الان هستم خیلی برام غریب و آزاردهنده شده. من خیلی انزایتی داشتم همیشه، ترس از بیماری ها. سیدی خشم و عصبانیت شما رو هم گوش دادم، برنامه های شما رو هم گوش می کنم همیشه. اینکه انزایتی دارم اینو می دونم و مثلا دکتر روانپزشک توی ایران اینو روی من تشخیص داد. به مدت 2 سال، نه از 2 سال پیش تقریبا، برای من 2 دوره 3 ماهه قرص فلوبوکسامین تجویز شد. بعد از این قرص مثلا من آروم میشم، همیشه ترس از بیماری ها و ترس از مرگ دارم. حالا چه در مورد خودم؟ آخه عزیز من، باز ببینید، باز شما رفتید، صبر کنید. چند تا نکته. 1، داروهای استراب معمولا موقتی هستند، کنترل میکنند، معالجه نمیکنند. 2، در فرض که این معالجه داشته باشند بدون روان درمانی، این وضعیت درست نمیشه. 3، شما تنها استراب ندارید، اون ورش افسردگی هم دارید که با دارو درمانی هم نمیشه. بعد کاملا پیداست در جهت تبلیغاتی هم که فرمودید و بعدم ازدواج، شما کاملا love hate relation اساس رابطه تونه، یعنی مهر و کین، و در نتیجه تای وجود شما یه تنفری نسبت به کودک، نسبت به زن، نسبت به مرد، نسبت به ازدواج هست. اونم کاملا میشه دید از نوع حرفاتون پیداست. شعاری هم که میدید که همیشه دوست داشتم، ولی عملا در ایران که بودم بازی در میوردم، میخوام برم خارج ازدواج کنم، در خارج هم میرم سراغ کسی که قرار هست فعلا بجنگم تا اصلا او به استقلال و آزادی برسه، فعلا این جنگ رو ادامه میدم که مادرش رو از صحنه بیرون کنم. بعدم استدلالم اینه که جانب منو میگیره، یعنی دیگه بدتر از این نمیشه که جانب حق و حقیقت رو نگیره بگیره. من اصلا چرا من باید با یک کسی برم بخوام زندگیمو شریک بشم که یک کسی دیگه شریکشه؟ این از کجا در اومد؟ چه تفاوتی میکنه با مردای دو زنه؟ مردی که مادرش و دوست دخترش و همسرش هر دو تو زندگیش، در اون قسمتی که مربوط به زمینه شخصی و فردی او هست، هر دو شریک. من بارها شده گفتم آقای استاد دانشگاهی بود، با مادرش آمد برای ازدواج، بعد از این مدتی گفتم من متاسفانه کار غیرقانونی نمی کنم. من کار غیرقانونی چه؟ گفتم آقای عزیز شما زن دارید، من چطور میتونم وقتی شما زن دارید درباره ازدواجتون حرف بزنم؟ خب من زن ندارم. گفتم پس این خانمی که کنارتون نشسته که گویی مادرمه، گفتم این مادر شما نیست، این زن شماست. بله. اول برید ایشون طلاق بدید بعد بیایید. استاد دانشگاه هم بودن. ببینید مسئله وابستگی و مسئله اینکه ما ترگنت پرنت یا هزبنت و وایف هستیم یه واقعیته. و شما با مردی آشنا شدید که این گونه بوده، بعد این رو هم بازی و بهانه در آوردید که این نشانه علاقه من است به خانواده یا او به خانواده. خب حالا الان موضوع و مسئله شما چی عزیز؟ آره دکتر، الان مسئله من، خب از این موضوع که خیلی ناامید شدم الان از خودم، اگر واقعا این شکلی باشه، چون من همیشه خودم رو در کنار یه مرد به نظرم میومد که زن کامل، یعنی یه زوج خوبی در میاد. همیشه فکر میکردم که از لحاظ مثلا خانوم بودن همه چی واسه خودم تکمیل کردم،
ولی ظاهرا اینجوری نیستش زیادی دیگه. یعنی چی همه چیز رو خانوم بودم برای خودم تکمیل کردم؟ یعنی نمیدونم، همیشه سعی کردم که توی زندگیم که رو پای خودم باشم، وابسته به کسی نباشم. خب بنابراین من نصب کنید، اصلا بسیار حرف درستی، شما رو پای خودتون باشید وابسته میشید. چرا رفتی سراغ آدم وابسته؟ نمیدونم، از همچی چیزی نیست. یعنی چی نمیدونم؟ برای که نیستید. برای که شما فکر کردید همینقدر که در ذهنتون خودتون رو زن کاملی بدونید کافیست. خب این شوهرمون تو ذهنمون میسازیم براش، ولی عملا رفتید کسی رو انتخاب کردید که با اون ذهنیتتون نمیخونده. درست. خب الان مسئله چی هست؟ آی دکتر، الان مسئله من اینه، من حس خودکشی بهم دست داد چند هفته پیش، یعنی ده روز پیش، فقط به شکل یه فکر، و این فکر به این شکل اومد سراغ من. من تا الان هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم و فکر میکردم که شما هم گفته بودین تا 40 سالگی اگه کسی مثلا تا 40 سالگی بیماری های نمم روانی میام بیرون. نمیدونم، من خیلی هم سراغ هر چیزی میرم، در واقع خیلی هم زیاد میگردم توی یه چیزی. تا الان هیچ وقتی حس رو نداشتم و همیشه میگفتم که مرگ باید طبیعی باشه، من دوست دارم که به شکل طبیعی و دوست دارم طول عمر زیاد داشته باشم. یه اتفاقی افتاد، یه مسافرتی که شدم رفتم، توی این مسافرت قبل از مسافرت تلفن من خراب شد و من هیچ ارتباطی با هیچ کس نداشتم. مسافرت خارج از کشور بود، زبون اون مردم اون کشور نفهمیدم، تنهام رفته بودم و به این خیال که حالا میخوام یه ذره خلوت کنم، یه ذره مثلا آروم بگیرم. گرچه که 2-3 ماه پیشم یه مسافرت خارج داشتم، پیش یکی از دوستان بودم و خیلی اون مسافرت به من خوش گذشته بود. در هر صورت من توی این مسافرت وقتی که به اون کشور رسیدم، یک آن وقتی که روی قایق بودم برسم به سمت هتل، هی خودم میدیدم که مثلا انگار دارم خودم رو توی آب میندازم. ترس از آب و مثلا این چیزام خیلی دارم، با اینکه شنا قبلا یاد گرفتم، ولی تو آب میرم، ولی ترس خفگی دارم. یه همچین چیزی رو میدیدم و تمام آدمایی که به شما زنگ زدن مثلا راجع به اینجور حس حرف زدن به یاد من میومدن. تمام آدمایی که خودکشی کردن از اون روز مثل عین یه چیز دور سر من همش میچرخه و اصلا نمیدونم چرا این حس اومده و من برای که خیلی مشخصه عزیز من، یه ذره صبر کن. اولا شما مشخص اون لاو هیتریشن گفتم نسبت به خودتون دارید. شما بزرگترین دشمن خودتون خودتونید. شما بزرگترین اشتباهی که میکنید که تنها باشید. برخلاف تصوری که برم تنها باشم و کسی نباشم، در حقیقت بدترین دشمن رو بردید که همه اختیارات رو داره. در حقیقت نوعی فرار از خوده. معلومه تو وجود شما تنفر نشسته. این تنفر میتونه از رابطه پدر و مادر باشه، این تنفر میتونه از جایگاهتون تو خانواده، ارتباط با کل خانواده باشه، این تنفر میتونه از آسیب جنسی یا تجاوز یا آزار جنسی باشه که خبری هست عزیز. شما یه زمینه‌ای برای در حقیقت نابود کردن و خودتباهی دارید. دختر باهوشی هستی، ولی غیر از چیکار من آقای دکتر، معلمم توی دبستان، شغلم هم خیلی خوبه، دوستا و روابط خیلی خوبی دارم. اون انتخابتون انتخاب خوب نه صبر کنید، اون انتخاب خوبیه برای که شما رو به چالشی نمیکشه وقت استراحتتونه با بچه‌ها و دوستانی هم که دارید، اگر در حد سطحی باشه درسته، ولی نه. شما چی میخواید؟ یک روانشناس خانم آگاه که حداقل 100 جلسه با شما کار کنه که بتونه این ذهن آشفته و به هم ریختتون که دو تا چیز داره، یکی یه مقدار باورها و حرفا و انتظارات غلط داره و دوم استدلالای غلط میکنه، جلو اونا رو بگیره. یعنی شما هم از نظر احساسی خودتون رو گول میزنید، هم از نظر عقلی، یعنی به جای ریزنینگ استدلال راشنالیزیشن دلیل تراشی دارید. میگم توی مدت کوتاه 4 دقیقه نشد 6 دفعه شو من نشون دادی. کار من اینه دلست. که میفهمم یک کسی داره دلیل میاره. خب بنابراین من میخوام به شما بگم، شما راهتون خیلی ساده است، دارو رو مصرف کنید. اما دارو در حقیقت مثل اینه که من به شما بگم حالا که میخواید برید پلو دکتر گرسنه نباشید، خب معلومه باید سیر باشید، پس داروه اونه، ولی دارو معالجه نمیکنه.
شما احتیاج به یه روانشناس خانم دانا و توانایی دارید که بکوبه شما رو درست دوباره سر جاتون بگذاره. شما دستتون رفته جای پاتون رفته جای نمیدونم شکمتون، اصلا یه چیز مخلوط عجیب و غریبی شدید و بعد مسائل با هم مخلوط میکنید. یکی از کمکتون کنه که اینا رو تفکیک کنید. فقط تنها میشه راحت گفت که شما گم و گیر جمع هستید، lost and confused. و بنابراین وقتی گم تنها آدم باشه اشکالی نداره، خب آدرس میگیره میره، ولی گیج که باشه باز دوباره تو آدرس تازه هم مسئله پیدا میکنه. ای با ایرادی ندارید عزیز، شما بدنتون افتاده توی لجنزاری، کثیف شده، لباستون پاره پوره شده، سه چهار جای بدنتون هم خراشی برداشته، مسئله جدی خطرناکی ندارید، ولی به اعتبار همه چیز هم خرابه. موهای شما لجن توشه، بدنتون همینطور، لباستون همینطور، تو سه جای بدنتون یه ذره زخم کمکی خون ریزی دارید که با یه پانسمان خوب میشه، ولی اگر همه اینا رو با هم انجام ندید به درد مخصوصا بیش از همه خودتون نمیخورید. شما بزرگترین دشمن خودتون خودتون. خیلی ناراحتم آقای دکتر. آها یه چیز خیلی مهم به شما بگم، این حس در من از وقتی ایجاد شده که من یک سال گذشته خیلی بلاهای مختلف سرم اومد، خیلی اتفاقای مختلف سرم اومد، حالا در حین اینکه چیزای خوبم برام پیش اومده البته از لحاظ جسمی، ولی خیلی بیمار شدم من. این بیماری جسمی خیلی من اذیت کرد، ولی من از پا در نیومدم و دچار پارگی دیسک کمر شده بودم. با وجودی که پارگی دیسک کمر داشتم، یک سوم بدن من از کار افتاده بود، تا مداوا بشه من ورزش روتینم رو انجام میدادم توی خونه، دوستامو دعوت میکردم که پاشم آشپزی کنم، بعضی وقتا از درد اصلا نمیتونستم میمارم. خب نباید میکرده دیگه، خب همین میشه، همین میشه یادمی که خودشو شکنجه میده. عزیز من اینا همش نشونه تضادهای درونی شماست. شما برای خودتون غریبه اید، شما برای خودتون دشمنید. برای شما به همجاست که میتونید خودکشی کنید برای که خودتون برای خودتون دشمنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم عزیز. عجیبه، هی میگه چی کار کنم؟ اینقدر کار ساده است که کسی باید این افکار احساسات غلط و غلوط، باورهای غلط و غلوط و اشتباه، چیزایی که سر جای خودشون نیستن، چیزایی که به هم ریختن رو برای شما کمک کنه بذار سر جا. خدمتتونم گفتم هیچ آسیب جدی ندیدید. شما خودتون رو مجسم کنید، افتادید توی لجنزار، یکم نکمی هم زخمی شدید، موی سرتون هم تو لجن رفته، دستپاتون رفته، حالا کدوم مهمونی میخواید برید؟ هیچ جا. خب باید برید خودتون درست کنید دیگه، یه روانشناس خانم خوب سراغ آقا هم نرید. امیدوارم پیدا کنید. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون یه عالمه دعوا کردم. امیدوارم به خودتون بیای و گرفتار بحران میانسالی هم دارید میشید، مید لایف کرایسیس، یه نوعی از افسردگی است، اونم علامتش هست درتون. نه اینکه این برچسب مهمه، ولی میخوام بدونید که کمک میخواید فوری. خودم این حس رو زدم. آره خودم این حس رو زدم. هفته ی آینده باید برید دکتر، امروز پنجشنبه است ازتون میگذرم، ولی نه دیگه. از خودتون باشه. از همین امروز نشستم به هزار تا که نه کلی مطلب زنگ زدم، حالا منتظرم ببینم کی به من زنگ زده. لطفاً دنبالشو بگیرید.